در میانه این مجادلات مربوط به فیلتر تلگرام، نماینده ملایر در مجلس به خبرنگاری که نظرش درباره فیلترینگ تلگرام رو میپرسید گفت: اگر فضله موش در غذا باشه، آدم کل غذا رو نمیخوره. تلگرام فضله موش داره. تشبیه تلگرام به غذای حاوی فضله موش واکنش گسترده، موج شوخی و طنز اعتراضی کاربران رو به دنبال داشت. اما استدلال نماینده ملایر از منطق ساده پیروی میکنه که همه سالهای گذشته مجری سانسور اینترنت در ایران بوده. طرفداران این دیدگاه نیاز جامعه و تمام نکات مثبت و فواید استفاده شهروندان از سرویس‌های اطلاع‌رسانی جهانی رو انکار نمی‌کنند، اما دسترسی خارج از سانسور کاربران به اینترنت آزاد رو چنان زهرآلود و مضر می‌دونن که به خاطرش میشه همه این فواید مثبت اینترنت رو نادیده گرفت. این منطق و نگاه به سرعت حامیان خود را حتی در سطوح میانی و طرفداران حکومت اسلامی ایران از دست میده. از مجموع 12 نماینده مجلس که سایت فرارو نظرشون رو درباره فیلتر تلگرام پرسیده، فقط یک نفر از فیلتر شدن این سرویس اعلام حمایت بیچون و چرا کرده. استدلال به ظاهر ساده فضله موش به دلایل مختلفی هوادارانش را حتی میان مسئولان میانی کشور از دست داده و حالا با گذشت 20 سال از شروع فیلترینگ و سانسور اینترنت در ایران و صرف بیلیون ها دلار بودجه، هرگز سرویس داخلی که به لحاظ کیفیت بتونه مثلا بعد از فیلتر شدن وایبر، واتساپ یا تلگرام جایگزین اونها بشه، متولد نشده. یکی از کاربران در واکنش به استدلال فضله موش نوشته: انسان گرسنه که جایگزین دیگری برای غذای به قول نماینده ملایر آلوده رو نداره، طبعا اون غذا رو دور نخواهد ریخت. منتقدان فیلتر شدن میگویند: گیدیم که نرم افزاری چنین پرطرفدار رو همین امروز فیلتر کردیم. آیا میلیون ها کاربر قید استفاده از هر نوع پیام رسان دیگر رو خواهند زد؟ آیا صدها هزار کاربر سراغ نصب فیلتر شکن و دسترسی به اینترنت آزاد نخواهند رفت؟ پدیده ها و اسامی جدیدی مثل نسل 3، نسل 4، رایتل، ویچت و تلگرام هر روز بیش از پیش وارد فضای فناوری اطلاعات ایران میشن و جنجال به پا میکنن. دولت هزینه هنگفت رو برای محدود کردن برخی از اونها میپردازه و جامعه کاربران هر روز بیشتر از پیش خواستار از میان رفتن مرزهای سانسور و اعتماد به شهروندان میشن.